دبیر کل سازمان ملل روز گذشته هشدار داد که در صورت نرسیدن کمک‌های عاجل بین‌المللی، ترکیب سرما و قحطی مواد غذایی فاجعه‌ای انسانی با ابعادی بی‌سابقه به وجود خواهد آورد. همکارا به نام ناطقی از نیویورک در این باره گزارش می‌دهد. تصاویری از توزیع تجهیزات زمستانی توسط کارکنان صندوق کودکان سازمان ملل به پناهجویان افغانستانی در یک اردوگاه در هرات. انجماد زمستانی و انجماد دارایی‌های افغانستان در بانک‌های غرب بیش از نیمی از مردم افغانستان را در معرض قحطی و گرسنگی مرگبار قرار داده. دبیر کل سازمان ملل روز گذشته پنجشنبه در برابر خبرنگاران در نیویورک ضرورت گردآوری سریع 5 میلیارد دلار، بزرگترین کمک انسان دوستانه به یک کشور در تاریخ کمک‌های انسان دوستانه را بار دیگر یادآور شد و با اشاره به موقعیت اضطراری در افغانستان تعلیق مقرراتی را خواستار شد که به انجماد دارایی‌های افغانستان در بانک‌های غربی منجر شده. دبیر کل وعده داد که سازمان ملل با برقراری نظام‌های حسابرسی و پاسخگویی از انحراف پرداختی‌ها به مصارفی غیر از کمک مستقیم به نیازمندان افغانستان جلوگیری خواهد کرد. As I appeal to the international community to step up support for the people of Afghanistan. در حالی که جامعه بین‌المللی افزایش حمایت از مردم افغانستان را تقاضا می‌کنم، درخواستی به همان اندازه عاجلانه از طالبان دارم که حقوق انسانی به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان را محترم بشمارد. در سراسر افغانستان زنان و دختران در مدارس و ادارات حضور ندارند. یک نسل از دختران شاهد در هم شکسته شدن امیدها و رویاهای خود هستند. هیچ کشوری نمیتواند با انکار حقوق نیمی از جمعیت خود به رونق دست پیدا کند. مستحصل از بیداد تنگ دستی و گرسنگی، برخی از نیازمندان در افغانستان مثل غلام حضرت ساکن دهکده قدوس آباد در کوهسان به فروش کلیه روی آوردند. دکتر احمد شکایب، جراح بیمارستان آریا در هرات، میگوید فرهنگ فروش کلیه در افغانستان سابقه ندارد و فروشندگان کلیه در دراز مدت به بیماری مبتلا میشوند. روز گذشته در بروکسل مسئول افغانستان در دفتر برنامه جهانی غذا به اسوسییتد پرس گفت افغانستان با عظیمترین بحران گرسنگی تاریخ خود روبرو شده. ماری الن مک‌گرورتی میگوید از هر 9 خانوار 8 خانوار با کاهش مواد غذایی روزانه سر می‌کنند و بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه چندین کودک در هر خانواده را گرفتار کرده. برآورد برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که 8,700,000 نفر فاصله چندانی با گرسنگی مطلق ندارند و شمار افغانستانی‌هایی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند به 24 میلیون نفر نزدیک می‌شود.